با سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این قسمت حقایق جالبی درباره هندوستان رو براتون آماده کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. در هند فقط 3% از افراد شاغل مالیات پرداخت میکنن. همونطور که میدونید هند دارای جمعیت 1,200,000,000 نفریه. 2/3 هندی ها در مناطق روستایی زندگی میکنن و کشاورز هستن و کشاورزان هم از مالیات معاف هستن. 1/3 باقی مانده هم کارهای غیر رسمی دارن که جمع‌آوری مالیات از اونها بسیار سخته. حالا فکرش رو بکنید که اگر تمام کسانی که کار میکردن مالیات هم میدادن چه غولی از هند ساخته میشد. کاراگاه عروسی. ظهور کاراگاه عروسی یکی از حقایق جالب هنده، کشوری که در اون عشق و عاشقی و ازدواج بسیار مهمه. یعنی اصلا خدا کلن هندی ها رو آفریده تا عاشق بشن و خلاص. برای همین خانواده عروس قبل از ازدواج کاراگاه خصوصی استخدام میکنن تا در مورد آقا داماد حسابی تحقیق کنه و ببینه داماد همونی هست که میگه یا مثل فیلماشون خالی بندیه. حالا اگر بهتون بگم که شرکت‌های ارائه دهنده این سرویس یعنی کاراگاه عروسی در هند به 15,000 شرکت رسیده، باور کنید که خالی نبستم. علاقه به بوق زدن. میگن هندی ها علاقه زیادی به سر و صدا و بوق زدن دارن و قبل از خرید وسایل نقلیه به جای دقت بر سیستم ایمنی و مصرفی وسیله نقلیه به بوق اون و صداش توجه بیشتری دارن. اگر در خیابان‌های هند باشید حتماً پشت کامیون‌ها عبارت هورن اوکی پلیز رو مشاهده می‌کنید. این عبارت به این معنیه که رانندگانی که پشت این کامیون هستن رو به بوق زدن تشویق می‌کنه. مثلا یک راننده ریشکا میگه در روز حداقل 150 بار بوق خودش رو استفاده می‌کنه. این راننده میگه در ترافیک‌های سنگین هر 30 ثانیه یک بوق الزامیه. منم به این آقا میخوام بگم که اگر با بوق زدن مشکل ترافیک حل میشه، بگو من و مخاطبای افس تیوی همه با هم بیایم هند بوق بزنیم تا ترافیک زودتر تموم بشه. هند یکی از جوانترین کشورهاست. جالبه بدونید که 600 میلیون نفر در هند زیر 25 سال سن دارن. اما اگر بخوایم تعداد افراد زیر 35 سال رو اعلام کنیم، این عدد میشه 800 میلیون نفر. به همین دلیل هندی ها از اعتماد به نفس خوبی برخوردارن و خودشون رو متکی به کشورهای غربی نمیدانن. شهرهایی مثل بنگور، دهلی، بمبئی و چنای مراکز جشنواره های موسیقی، رقص و شادی جوانان هندی محسوب میشه. هند کشور صندلی های پلاستیکی. آقا میگن هر جای هند که برید این صندلی ها رو مشاهده میکنید. من خودم هر موقع که این صندلی ها رو میبینم یاد ساندویچی های ایران و فلافلی میافتم. چاق شدن در هند. از اتاق فرمان اشاره میکنن که توی هند اگر بخوان از شخصی و سلامتیش تعریف کنن بهش میگن چاق شدی ناقلا. حالا این امر باعث شده که مردم هند جلوی مکدونالد و دیگر غذاهای فست فودی صفهای طولانی ایجاد کنن، چون فکر میکنن که چاقی خوبه و براشون سلامتی میاره. به به، این یکی خیلی خوبه. بازرس توف کردن در هند. در هند و مخصوصا شهر بمبئی بازرس توف برای جلوگیری از کسانی که بزاق دهنشون رو اه 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 در اماکن عمومی میریزن استخدام کردن. چرا؟ چون اکثر هندی ها از پان استفاده میکنن که باعث ترشح بیشتر بزاق دهنی میشه. پان رو هم که همه تون ماشالله میدونید چیه دیگه، یه نوع تنباکوی جویدنی. حالا جالبتر این که دیگه در هند به جای لطفاً اینجا پارک نکنید، لطفاً اینجا توف نکنید رواج داره. گفته میشه نگرانی های بسیار جدی برای گسترش بیماری سل هم در هند به دلیل توف کردن زیاد وجود داره.
خدمات کنار جاده‌ای در هند. در هند خدمات گوناگونی در کنار جاده ها به شما داده خواهد شد، از آرایشگری و کفاشی و شکست بند گرفته تا درمان میخچه و پینه کف پا. جالبه بدونید که این سنت قرن‌هاست در هند پابرجاست. همراهان گرامی، حتما نظرات خودتون رو درباره هند و هندوستان برای من بنویسید و اگر شما چیزهای جالب بیشتری میدونید اون رو با من و دوستانتون در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید.